همکارم ساناز آریا از واشنگتن، استودیو ایران اینترنشنال. ساناز، میشه برای ما از توقیف این کشتی بیشتر توضیح بدی؟ چه جزئیاتی منتشر شده؟ نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که یک کشتی که حامل مواد اولیه منفجره بوده و از ایران در آب‌های دریایی عمان در حال حرکت بوده رو توقیف کرده. این کشتی توقیف شده، در واقع در همون مسیری حرکت می‌کرده که برای انتقال تصنیعات نظامی به شبه نظامیان حوثی در یمن از اون استفاده میشه. بر اساس بیانیه‌ای که ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا منتشر کرده، این کشتی حامل 40 تن کود شیمیایی اوره بوده که علاوه بر مصرف کشاورزی برای ساخت مواد منفجره نیز از اون استفاده میشه. بر اساس گزارش نیروی دریایی آمریکا، این کشتی بدون پرچم از سوی یک ناوشکن و یک کشتی گشتی مستقر در بحرین شناسایی و توقیف میشه و در واقع همون کشتیه که سال گذشته در حالی که هزاران سلاح حمل میکرده در سواحل سومالی توقیف و به گارد ساحلی یمن تحویل داده شده. این کشتی هفته گذشته سه‌شنبه، تنها چند روز پس از اینکه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به اهدافی در ابوظبی حمله کردند، توقیف شده. وزارت خارجه آمریکا بارها به هشدار داده که ارسال و انتقال سلاح غیرقانونی به حوثی یمن تهدیدی علیه امنیت منطقه و جهان و باعث کشته شدن تعداد بیشتری از غیرنظامیان و طولانی‌تر شدن جنگ یمن میشده، هرچند که مقامات جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به اعلام این خبر نشون ندادند. و